صحبت میکنم. و اما اگر یادتون باشه مدتی پیش یک کتابی رو معرفی کردم که مقدمش رو براتون خوندم، باز هم میخوام این تیکر رو براتون بخونم، برای که به نظر من در این قسمت مطالبی است که با نوع نوشتن کتاب میتونید آشنا بشید. میگه محتویات این کتاب شباهت غریبی دارد به یک ارکستر سمفونی که در آغاز نوازندگانش با دقت و وسواس مو به مو نوت‌های نوشته شده مرحوم بتوون را دنبال می‌کنند و تو شنونده مشتاق را به اوج لذت از این نوای خوش می‌برند و در کشاکش و کمرکش احساسات لطیف آسمانی که بر تو مستولی شده، ناگهان با آهنگ بابا کرم و رقص شاطری دنیایت را واژگون می‌کنند. و هنوز این آهنگ به اون آهنگ و بگذاریم. مقدمه بسیار زیبایی است و اما خود کتاب اسم قشنگی داره، خلخانه. نویسندهش دوست قدیمی من، دوست خوب من که بارها در سالهای پیش در تلویزیون ویژه برنامه های خاصی داشتیم و راجع به بسیاری از مسائل جهان به ویژه ایران صحبت کردیم و در اون موقع بسیاری بیننده و شنونده داشتیم و هنوز هم گاهی اوقات هنوز دوستان از من سراغ این دوست عزیز و نویسنده خوب، روزنامه نگار، نقاش، یه موقع راجع به نقاشیش باید در برنامه کوچه هنر صحبت کنم، و یک انسان استثنایی میگیرن، آقای علی مسعودی. بسیار خوش اومدین به برنامه. آقای کاردان، من واقعا الان داشتم میومدم بالا، یه تقریبا یه 3 ساعت طول کشید تا رسیدم خدمتتون. اومدم اینجا دیدم بازم صحبت کتابه، هی کتاب، هی صحبت، هی حرف. من یه دوستی داشتم، آقای فرخ‌نیا. بله. ایشون تاریخ‌دان بود، خدمتتون عرض کنم، معاون وزارتخونه بودش، آدم فرهنگی بودش. اون یک درد 2-3 هزار تا کتاب تو اتاقش بودش، تمام دو طرف دیوار خونش، و حالش بد بودش. بهش گفتم که شما که حالتون بده، حالتون خوش نیست، بعدم این کتابا رو خوندین، اینو بدین به یه کتابخونه که بذارن استفاده کنن، مردم بخونن. گفت نه 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 نه. گفتم چطوری؟ گفت اینا مثل مرگ موشه، این توی ذهن مردم که بره، یک دونه حرف راست تو اینا وجود نداره. همه ی آدم ها اومدن نوشتن. بعدم ما عادت داریم این قلم که دست میگیریم دروغ بنویسیم. ما نمیدونم مثلا این خاصیت از حتی 2-3 هزار سال، نمیدونم چند ساله که ما داریم. انشای مدرسه هم که ما میدونم از بچه این پرسن آقا تابستان را چگونه گذرانیدی؟ این نمیتونست بگم شاید مسکر بودم، بعدش اونجا میسابیدم تای دیگا و این دارو. میگم ما در میگون که رفتیم با عمو و خواهرم و خالجانم و فلان رفتیم، چقدر خوش گذشت، چقدر میوه های تر تازه خوردیم. اینا ما عادت کردیم انشا مینویسیم. ما مملکتمون مردمش 40-50 نوع دروغ مختلف رو از طریق همین کتابایی که شما میگید روشن میکنه تاریک کرده و اعتقادات مختلف راجع به حوادث مملکتمون داریم که در این 37 سال هر چی اومدیم 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر، 20 نفر با هم بشینیم رفیق بشیم یه هستی رو تشکیل بدیم، چون دروغایی که باورداشتیم متفاوت بود، چون دروغا با هم یه اشتراک نیستش که، اون راسته که فرق نمیکنه. ما دعوامون شد با هم دیگه، زد و خورد بعضی موقع کردیم. یکی گفت داییم مثلا از مصدق بد گفت، آقا این آدم بدی بودش، اصلا بازنشسته هم کرد، از نون خوردن انداخت. اون یکی میگفت فلانی فلانه. این ماها اعتقادات مختلف داریم و این نویسندگان ما آرشیو سند چیزی هم که نداریم که. این کار شده خاطره نویسی. خاطره نویسی هم چیزی که ما دوست داریم اون باشیم، دوست داشتیم یه همچین قهرمانی باشیم، خدمتتون از که همچین حرفایی زده باشیم، همچین کارهایی کرده باشیم. مملکت ما شما وقتی نگاه بکنید دو دسته، تو دو گروه به نظر من توش خیلی اینا اوضای مغزیشون خراب بود، مسئله اطلاعاتیشون خراب بود، اصلا وجودشون زائد بود. یکی حکومت گرا بودن، یکی مخالفین اون حکومت. این هر دو اوضاعشون خراب بودش، یعنی نه اون جامعهش و مردمش میشناخت، نه این یکی جامعهش میشناخت.
یه فهم دولت موقت میشه وزیر دادگستری که مظهر عدل و داد و راستگویی و حرف درسته. میگه آقا این فرح از پوست تن محکومین کفکفش درست میکرد. این اولیا حضرت. اولیا حضرت. بعد این ولیعت وزیر دادگستری نشسته بودیم، جلسه بود، نشسته بودیم. میگفتش که این شب این ولیعت و رفقاش با کله آدم ها که سربوری بودن فوتبال بازی میکردن. شما حساب کنید دولت انقلابی وزیر دادگستریش یه همچین حرفی میزنه. یه مملکتیه که آقای هوایزر میاد توش، به شما هم کاری نداره، اصلا کاری نداره، میاد فرماندار جمع میکنه میگه آقا جون بعد از این تیمسار فردوس فرمانده شماست، این رد کردیم ما، شده تموم شده کار خود. ببینیم مملکت ما صاحب نداشت، هیچ کس احساس نمیکرد صاحب اونجاست، چون صاحب مردم نبود، مردم اصلا براشون مهم نبودن، همه دروغ، همه برامدی صورت حسابای دروغ میدادن. 28 مرداد پیش میاد، امریکا میگه من کردم، چقدر پول دادی؟ 75,000 دلار بردن بردن با آقای مشیریان، آقای رشیدیان. این مردمی که تا حالا 40,000-50,000 نفر فریاد دادن یا مرگ مصدق، گفتن مرگ بر مصدق. اون کلفت خونه که علنگوهاشو فروخته بود، قرض ملی هم خواهد، واقعا بی خود این حرفا چه، آقا این علنگو از این علنگو خریدار نداشت. کودتای روسیه، مصدق ناسیونالیست، اون یه کشور انترناسیونالیسته، اون بغل دست ایران 6 تا 7 از جمهوری داره که این جمهوری‌ها یاد قدیمشون، یاد اینکه جزو ایران بودن، خیلی از زبونشون تاجیکی، خیلی از من شما بهتر فارسی صحبت میکنه، این امکانش خطر برگرده، اونم با وضع اقتصادی خرابی که داره، همه پولاش باید به کوبا و این ور تو افریقا و افریقا خرج بکنه، خب میترسه. در مقابلش انگلستان خب باش خوب نیستش، امریکا کجا کودتا کرده؟ با 75,000 دلار به این توهین به ما کردن، این توهین به شاه هم کردن، برای اونم صورت حساب همینطوری دادن، اونم گفتن خب ما تو رو آوردیم. این حرفا چیه؟ من خودم یادم میادش روز 27 مرداد، از اینکه حزب توده تمام احزاب ملی رو آتیش زد، همه رو محاسس کردش، تو همین حیات چیز مهندس حسیبی بود، فروهر بود، این زمان خود فروهر من گفتم نوشتم، گفت بریم روم چکمه شاه رو ببوسیم برش کرد. مملکت پاک رفت. ملا هم همین وضع داشت. آقای خمینی، آقای آیت الله کاشانی روز 28 مرداد، اینا اولین دسته بود از آمنار اومدن بیرون، خمینی هم جلوشون بود. اینا فکر کردن در رفت تسه حزب توده، گفتن آقا مثلا مذهب همه چی مرده. ببینید ما یه همچین واقعی رو سالهای سال می نویسن که آقا این کودتا، کودتای امریکایی بود. اینم یه خانمی هم از اینجا خانم هم باید لحظه کرینتون که ایمیلاش هم دست مردمه، اومد عذرخواهی هم کرد از ملت ایران. تو چی رو عذرخواهی کردی؟ تو اصلا بر نداشتی کسی رو که حالا می عذرخواهی میکنی. من به دنیا، دنیای دیوانه هاست، خل هاست. یارو اتحاد جماهیر شوروی میاد یه پایگاهی که ترین میدیدن بغل افغانستان تو تبس میزنه، میزنه امریکایی رو که اینجا آقا این طالبان مالبا اینا که تو فرستادی اینجا برای ما اینجا تعلیم تربیت ببینن، میزنه. یه دفعه آقای کارتر اعلام میکنه ما اومدیم گروگان از تهران ببریم. تو 500 کیلومتر اون برتر با هلیکوپتره که 150 کیلومتر بیشتر بنزین نمیتونه بگیره بره، تو میخوای به خیابون تخت جمشید اونو برداری بیاری؟ خب ببین من این چیزها رو باید وا کرد، رو کرد. این دروغ ها خیلی بده، این دروغ ها ما رو کوچیک میکنه، حقیر میکنه، نشون میده اون حکومت ما دست غریبه بود، اون مملکه، اون موقع شما مردم صاحب اختیار نبودن، الان هم نبودن، اون زمان قدیم هم نبودن، زمان قاجاری هم نبودن، زمان آقای نادرشاه افشار هم نبودن، اون مملکت سلاخونه است، بعد اون مثل گاوچای سلاخونه است، چرا قوه که میندازی همش کله است، همش دست، همش پاس. این مردم رو ما گیج و بیجشون کردیم. ما های یه سری آدم هستیم زیاده از حد دروغ میگیم، جعل میکنیم. آقای ثابتی یک یه روزی چند تا اصله و مسئله گفتن، ایشون شد ایشون گفت آقای اصله این تو اینو فلانی رو گرفتیم، تازه خود سازمان امنیت اصلا روزنامه مردم چاپ میکرد که بگه به شاه، بگه آقا جون منو میخوای تو، وگرنه کمونیستا میخورن تو رو. نه
اونجا همه یه نوع بازی بودش، حرف بودش. ما اگه تو مملکت هستیم نگاه میگن آقا اومد پرواز انقلاب اومد. کدوم شرکت هواپیماییه که میلیون ها دلار سرمایه هواپیما رو اگر یک در یک میلیونیوم خطر بر اون هواپیما شو پرواز نمیده؟ 400 هزار تا سرباز شاه اون تو هن. آخه این چی شد که پرواز کرد آورد آقا رو آورد اونجا؟ بعد تازه میان میبزننش تو بلیزر میبینن آقا امکان داره خفه بشه، خیلی هجومه. هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی میاد ایشون رو ور میداره میبره بهشت زهرا بگه همه رو بکشین، بعد میره مزرعه علوی میذاره بنه. اینا این دروغ ها رو آدم همه میبینه گیج شدن اصلا. یه چیزی تو سر آدم ها خود یه زیکاق اومده توی مملکت ما. حالا اون سرار کوچولو میکنه اون پشه این توش خالی کرده. ما هنوز 37 سال 38 سال یه جای منسجم یعنی ما آدم نداریم. ما میاد یه چند تا جوان رشید ما داریم نمیترسن میخوان بجنگن برای نگاه کنن. عکس چگوارا رو دیدن، عکس فیدل کاسترو رو دیدن، عکس فلان دیدن، عکس لندین رو دیدن، اینا میخوان بجنگن. این داره صاف میاد یه دستگاه و هم داره میاره توی یه کشور بغل دست عربی اینا رو میشونه توی یه پایگاه حبسشون میکنه. بعد میاد یه چهار تا حمله میکنه، یه مقدار کشته میشن، یه مقدار مرزبان میکشن. شما نگاه بکنید بعدش هم میاد میده پایگاه امریکایی، آدمی که میخواد مجاهدت بکنه، آدمی که میخواد بجنگه برای رهایی مملکتش. آقا شده نون خواست صبحونهش رو بعد امریکا بده، نهارش هم بعد بده، انجا میبرنش رو پایگاه نظامی امریکا. بعد از اونجا میام یه مقدارش رو میشتم که بعضشون خوب بود و رهبر بودن به اروپا فرانسه، بقیه هم میبرن تحویل یه کشور بدبخت بیچاره گرست نمیدن آلبانی میدن. اینا رو یه ساختمون ده طبقه میکنن، میگن آقا تو حیاتش هم شما نمیتونی بیاییم. شما از این بهتر میتونید حبس بکنین؟ آخه این حسر خانگی که میگه ببین ما توی یه دنیای دیوانه داریم زندگی میکنیم، همه خولن، دنیا خوله، اون یکی خوله. شما نگاه کنین خانم هلری کلینتون میخواد فرمانده کل قوا اینجا بشه، قش میکنه، میگه آقا اینجا قشیه، این نمیشه. بعد این میادش در شیشه خیارشور لهستانی رو وا میکنه به زور، میگه وای بیا پس عالمه. حالا پس این دنیا رو این میتونه پیش ببره چون در خیارشور رو باز کرده، آقای ضعیف نیستش که. ببینید بعد یارو یکی دیگه‌اشو نگاه می‌کنه این موهاشو نمی‌دونه کدوم ور ببره ایوونی، این اصلا سرگردونه، سال‌ها سرگردونه. ببینید شما تو این دنیای خلخونه‌ای که شما نگاه می‌کنید واقعا هر چی نگاه می‌کنه می‌بینه همه رو بعد همیشه تکذیب کنه. بعدم با آدم میگن تو لابد خونی، تو خود تو مرض داری لابد. میگیم آقا دیدیم ما ساعتها روزها شبها دیدیم رافتن تو خیابون به ملتی که برن بیرون برن چه خبره. همه از خونه میمدن صبح بیرون بیان تو خیابون بیان چه خبره. اینا تظاهر کنن دیگر نه بابا اینا بعضی یه بعضیشون رفتن ماسک بخرن، بعضی رفتن به چه خبره، بعضی کارشون رو ول کردن، بعضی با هم یه قرار راندوو گذاشتن تو خیابون میان بیرون میگن آقا انقلاب شد. نه ببینید ما یه مش آدم رو شما میارن یه مش تو بعد شما نگاه میکنید سابقه آخونده رو میگیم برای من آخونده اینا ما از زمان رزمارا من پدرم نماینده مجلس قوم بود عموم فدایان اسلام رو درست کرده بود من میشناسم اینا از روزی که رزمارا رئیس رکن دو ارتش بودش اومد گفت آقا ما یه مش تو بفرستیم برن آخوند بشن برن توی شهرها و شهرستانها و این ور و اون ور اینا فرما خبر بیارن. یه مش اونطوری رفتن محصه فیجیه داده. بعضی ها بلند شده که بچه هاشون رو بخواستن آخوند بکنن، گفتن خود یه جا نیسته چرا اینجا یه کسای دولت میفرسه. بعد دو مرتبه آقای خمینی ظاهر میشه، سازمان امنیت میفرسه دوره های 6 ماهه 8 ماهه 10 ماهه از اونجا میشدن تو قم میفتن همجا میرفتن بندر پهلوی پهلوی آیت الله پیشوایی تو اون چیزای خرفه های مال قباسا تعلیم میدن. بعد دو مرتبه 3 ماه میرفتن توی لندن مرکز اسلامی کنزینگتون خانم امامی بودش اینا دوره میدن که خب بیان ائمه جمعه بشن اینا برن جای مامورین، یعنی جای همون اربابایی که شما ملکش ازشون گرفتیم. اونا خودشون سابقا خودشون اداره میکردن جایی که دهشون بود، مامور انتظامی هم خودشون بودن، امنیتی هم خودشون، اونا رو کشتن بیرون. خب اینا رو برشن فرستن تو از این ورم چپ ایرون یعنی کاجیبی خیلی بدونه چیز ما بیم، یعنی کاجیبی
هیچ بحثی، تمام دستورات که بشه چپ ایران روز 25 مرداد تا روز 28 مرداد، 25 هفته مرداد قروق میکنه، همه جا را آتیش میزنه، همه جا را اسم روسی میذاره، داس چکش همه جا میشه. آقا یه دفعه 28 مرداد آب میشه میره تو زمین، هیچ شما دیگه نمیبینه ازش. آماده میکنن اذهان رو برای یه بازگشت حکومت. مصدق کیاد 4 تن طلا داره، میگه آقا اینو بهم بدین تو رو خدا من اسکناس میخوام چاپ کنم، پولی تو خزانه من بیاد. به اون نمیدن، میدن به زاهدی. ببین ما توی بیخبری وحشتناکی ما گیر کردیم و کسایی که ما روزنامه‌نگار نداشتیم، مطلقا نداشتیم. ما حروفچینی برای یه کارتشو بشه مطلب باید مینوشتن، اون حروفچین هم میچید، یه چاپچی هم باید چاپ میکرد. بعد هم میگفتیم آقا کشور ما مطبوعات داره، مطبوعات بودی. من یادم میرفتم این جمهوریت ترکیه، رفتیم بی خودی ما رو برده بودن چون نهار بمون بدن. یارو گفت آقا شما چند تا روزنامه اطلاعاتی چاپ میکنی؟ گفتم که آقا چی بگیم، 70,000 تا بود. گفتم 700,000 تا خورد. گفت اه، من خیلی هم بیخی من نگرفتیم که تو دروغ داری میگی. گفت ما 1,400,000 تا روزنامه جمهوری از صبح به صبح فروش میره، یه مملکت غنیم است شما 700,000 تا فقط. ده برابر. خب اجازه بده چون وقت اون کمه، ما همش حرفش داره. خواهش میکنم قربون، خواهش میکنم. سر کتابت. بله کتاب ما قربونه. در مجموع که گفتی همین خلخانه ایست که داری صحبت میکنی؟ بله همین خلخانه. اینا تا اونجا که تونستم. ببینی یه موقع یه چیزایی شما میتونی بگی، آخه کم کم شما زیاد هم دشمن نمیتونی پیدا کنی. به قول پسرم یه تو خیابون میری با چوب میزنه تو کلش مرد، بعدم میگه آقا پیر بوده شو سکته کرد مرده، خود زمین هستن این. ببین یه انقدر بد گفتن، همه انقدر دروغ گفتن، همه آنچنان ادعا میکنن. الان فردا صبح به همین ایرانی ها بگو آقا جون ایران درست شد به کلی، شما برین تهران، بابا عزا میگیرن. گریه زن و آقا ما تازه اینجا لوس کردیم، تازه خونمون رو تعمیر کردیم، تازه اینجا فلان بیزینس درست کردیم. نه ببین ما خراب کردیم، ما اون چیزی که مردم محروم ما بودن ما بهشون ندادیم. گفتم من اینجا نوشتم یارو میمدش مرد که آقا جان شما دارین درس میخونه، شما دارین دکتر میشین، داره آقا تو رو خدا این پشت من خیلی درم، اگه دکتر شدی من خوبم بکن. یا زنه میگفتش که این تو رو خدا اگر شدی مهندس شدی این پشته بونه منو بوغلتون بده بزنن، این زن نمک بده بپاشن دوش. به همه چشم بسته بودن به ماها، ما اصلا مشنگ مشنگ ما بودیم. ما این پرونده سیاسی اون مملکته. حالا خنده داره، عیب داره، این آدم هاست، این مملکت ماست، این مملکت ماست. آدم هایی که توش سالهای سال خوردن حال اینا که اینا که اصلا وحشتناکن. یه روزی معذرت میخوام، یه وقت یه استادی از من، استاد امریکایی از من پرسید آقا جون تو چرا اومدی اینجا؟ چقدر ایرونی اینجا هستش؟ گفتم تو چند تا زندان داری تو کالیفرنیا؟ گفت نمیدونم. گفتم هر کانتی یکی داره. گفتم کیا تون زندانن؟ گفت جیبور آدم کش ریف کرده، فلان کرده، بهمان کرده، بهمان کرده. گفتم خب یکی از اینا تو خیابون تو رو اذیت بکنه پلیکی میری؟ گفت میرم پل پلیس شکایتش میکنم. گفتم اگه رو صبح بیای بیرون ببینی که تو ماشینای پلیس همون زندانیا هستن چیکار می‌کنی؟ آقا قایق من دارم میزنم به دریا در میاد. گفتم آقا همین کارم ما کردیم. ما کردیم. در صورت تو این جهنم خونکترین جهنم خب، دنیا هستیم. ببین ما چنان من 5 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید. اولا در مجموعه صحبت‌هایی که این آقای علی مسعودی دوست من کرد میتونی حدس بزنی که کتابش چگونه کتابی است. یعنی خلخانه به اون معنایی که خودش داره. اول لغت از کجا پیدا کردی خلخانه؟ خلخانه آقا یه دیوانه که نمیتونستم بذارم، دیوانه خیلی برخورنده. خل خیلی خلن، خودشون هم میگن خلن، خودشون هم میزنن با خلبازی. اصلا با خلبازی میخنده. ما سالهای سال با همین خلبازی اصلا مردم رو خندوندیم. این رو احمدی نژاد آدم خوره، اون یکی آدم کش، موسوی آدم کش بچه خوره، این خاتمی مأمور ساواک بوده آدم کش، میفته زن و شوهر تو خونه میکشن. ما اومدیم هی اینا رو باشون شوخی کردیم، اصلا این رو چهرهای دوست داشتنی کردیم. و کم کم ما این آدم هایی که اونجا آدم میکشن، تیکه تیکه میکنن، 7,000 تا بچه رو میکشن و ما میگیم یا حسین یا میر حسین، سبز به همه جامون ببندین، هر جای نبدترمون زن من. ببینی
این کتاب اینه، این کتاب خدمتتون عرض کنم اون چیزی که میدونستم. من 80 سال زمان کردم، از سن 14 سال نمیگی به عنوان مسحه در باختر امروز بودم، بله بهترین آدم دنیا حسین فاطمی، اونجا کار کردم تا به امروز کار کردم، بین بودم با همه این آدم هایی که من تو مطبوعات بودم. ولی من بدیش اینه توی سر چهار را واسطه بودم، خیلی هم میدن تو کوچه بنبست میشن آجان، من دو چهار تا خونه رو میرن، من بدبخت اومدم سر چهار را واسطه بودم، همه رو دیدم. نمیتونم نگم لال از دنیا هم نمیتونم برم بگم، نمیتونم بگم بذارم که کسی بگه آخه همه خر بودن. آخه نمیشه که این در صورت آقای کاردان ما همیشه میایم بر شما اسباب زحمت فراهم میکنیم، ولی همینیم، ما همینیم، دروغ بلد نیست. نه اتفاقا من خیلی از صحبتات به جای اینکه راجع به کتاب صحبت بکنیم و توضیح بخوام، مجموعه صحبت کار کردیم، میتونن بینندگان حدس بزنن که این کتاب چگونه کتابی است. این شرکت کتاب قربون گذاشته برام مقدارش بفروشه، بعدم گفته آمازون هم میذارم، ولی من تمام برای این در آوردم، نه اینکه شما بخریم بخونه، نه اینو یه شیر پاک خورده ای عروش پوپی کنه یواشکی تو ایران چاپ بکنه زیر میزی بده مردم، فقط هم به همین امیدم. اگر اینو بخوام بفروشم پولشو بگیرم و خرج بکنم، من از اینجا نداشتم یا اینجا بشناسن، نه من برای اون مردمی هستم که حیوانی در به در میگردن زیر میزا اون پشت قاچاق و چه فلان، یه کتاب یه زبیده آقا بیان چه بلایی سرشون اومده. هنوز 37 سال آقا، نمیدونم مردم هیچی نمیدونن، هیچ کس بهشون راست نگفته. این رجال ایران خدمتتون هم بیوطن ترین آدم ها رجال مملکت ما بودن، هیچ موقع به داد نرسیدن. 100 دلار فروختن نفت، 12 دلار فروختن، 18 دلار فروختن، حالا فقط تنها چیزی کردن این میگم آقا جان بریم پولای مثلا کارتون بزرگ بریم بچه‌ها بخریم، 2 میلیون بچه خیابونی، آقا شوخی نیستش، این بچه‌ها ایدز گرفتن، بچه‌هاشون تجاوز میکنن. آخه لامصب شما یه آدم نیستی، مگه شما انسان نیستی؟ نه نه خیلی شد. من که دوستان گفت اینو خوندم آقا گریه کردم، اون گفت آقا خیلی خندیدم، اون گفت آقا فلان. هر جایی که نگاه میکنی دست میذاری میبینی یه داستان اینطوریه. جناب کاردان فقط اومدم شما رو که دیدم خیلی خوشحال شدم. برای من یه چیزی مهمه، وجود کاردان در رسانه ها برای من مهمترین آدمیه که وجود داره در رسانه های تصویری. هیچ کس نظیر تو نیست، هیچ وقت هم از من سوال نکردی در عرض چندین سال که چی بگم چی چیز میخوایی بگی. هیچ همچین جایی تو هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. حتی این تلویزیون های امریکایی یه دونه شماره صفر میگیرن، همونطور که رفیقم با آقای طباطبایی گرفتن تو 60 مینت کشتنش، پخش هم نکردن. نه دست تبریک بهتون میگم، تبریک میگم به تشکیلاتت، تبریک میگم پای مردید و نترسیدنت. ممنونم از دکتر محبتت. و من میخوام در دقایق آخر که 2 دقیقه وقت داریم بهتون بگم که ما باید یاد بگیریم بخونیم، یاد بگیریم بخونیم و باور نکنیم عمل رو. باور نباید بکنیم. نه 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 عقل یه ذره جور نمیاد. نه 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 ببین تعصب رو همه چی بده، یعنی ما کتاب رو بخونیم ولی نگیم اینی که خوندیم درسته. نه خیلی بده، این مهمه. و متاسفانه گاهی اوقات بعضی کتاب ها رو وقتی کسی دست میزنه میگه آه دیگه همه چی رو فهمیدم، این درسته. نه 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 من میخوام بهتون کلی بهتون بگم، اینا خیلی جدی نوشته شده، یه داستان یه جدی‌تر هم شوخی جدی‌تر هم پشتش بوده. در صورت خوشحالم خدمتتون عرض کنم، در خدمتت بودم، بعدم دیدمت، همین. و آدم خیلی خوبی هستی. مرسی، لطف و محبت. خیلی خوب هستی. یاد پدر نازنینت بخیر که ناراضی بود چرا داری هنرپیشگی میخونی، برادرت هم ناراحت بود، رو خونه ما بودین دیگه. در هر صورت خیلی خدمت داریم میکنی. قربان شما برم. مرسی، ممنونم و تشکر بسیار از شما و دوستانمون آقای دکتر گنجی، آقای مسعودی که در برنامه بودن، و تشکر ویژه از شما که به این برنامه ها توجه میکنید. با تشکر بسیار از آقای بهروز مشکیار در اتاق کنترل و تشکر مجدد از مسعودی عزیز، و امیدوارم در مجموعه صحبت‌هایی که کرد بتونیم پی ببریم که این کتاب چگونه کتابی است. شب‌ها و روزهای خوبی برای همه آرزو می‌کنم، به امید دیدار.